هر شب من هر شب من در گوشه‌ای Greetings. My name is Abbas Milani. I direct the Iranian Studies program here at Stanford. This event will be in Persian. But before we begin our event, I want to say a few words in English and thank a number of people without whose support and assistance this program would not have been possible. I want to thank Maestro Shahram Nazari, who has been generous with his time and his advice in our preparation for this program. We have had contributors from three continents of the world, and managing the logistics of this program have been particularly difficult. Our associate director, Ms. Parhat, and our program manager, Mr. Eriko, with their usual professionalism, dedication, and grace, have brought this program together. I owe them a great debt of gratitude. We also owe Stanford Video a debt for their professionalism in putting this program together. This program is part of the Stanford Festival of Iranian Arts, and we have been very fortunate with the generous support of Shidan and Mehran Taslimi, Bita Daryabari, Azadeh Hariri, and of course, Hamid and Christiana Mogaddam. Without their support, we would not have been able to do the work we have done in this festival over the last 7 years. در گذشت استاد شجریان برای همه ایرانیان و برای همه دوستداران موسیقی در هر جای جهان که هستند فاجعه و ضایعه دردآور بود. ولی برای ما در استنفورد و گروه ایران شناسی این ضایعه دوچندان پردرد بود، به خاطر اینکه در 20 سال واپسین عمر پربارش استاد شجریان با دانشگاه ما و با گروه ایران شناسی همکاری و همدلی های فراوانی داشت. جایزه بیتای دانشگاه ما را دریافت کرد، برای دانشگاه ما کلاس هایی در زمینه موسیقی و آواز سنتی ایران تشکیل داد، چندین بار برای همکاران ما و دانشجویان ما سخنرانی کرد. به پاس همه این همدلی ها و همکاری ها و مهمتر از همه برای برشناسی از مقام بیبدیلش در هنر ایران و در موسیقی ایران و جهان این برنامه رو ما تدارک کردیم. در تدارک این برنامه دین ویژه‌ای به استاد شهرام ناظری دارم من و گروه ایران شناسی داره، برای اینکه از آغاز تدارک این کار ما را راهنمایی کردند و
همراهی کردن. از همه دوستانی که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتن تشکر میکنم و از همه شما که با حضورتون امروز یا امشب اینجا و یا در آینده در هر شکل و مکانی که این برنامه رو تماشا میکنید هم متشکرم. همه با هم گامی برداریم برای بزرگ داشته آزاد مرد ایران دوست و مرد بزرگ هنر ایران. خوش آمدید. با درود و فراوان به روان پاک آقای شجریان، درگذشت ایشون رو به خانواده گرامیشون و جامعه فرهنگی ایران تسلیت عرض می‌کنم. یازده یا دوازده ساله بیشتر نبودم که به تهران اومدم و این علاقه و ذوق شوق بسیار یادگیری در من برانگیخته شده بود و میخواستم هر چه زودتر موسیقی آوازی را خیلی بهتر یاد بگیرم. اومدم خدمت آقای حسین یا حقی، ایشون من معرفی کردم به خدمت استاد ارجمندم آقای سلیمان خان امیرقاسمی سلیم خان و آقای بوذری به جناب آقای اقبال سلطان معرفی کردم، محضرشون رسیدم. آقای کریمی من خدمت آقای دوامی فرستادم و سایر اساتیدم آقای ادیب خونساری و تاج اصفهانی، حسن لحنی، نکیسا، همه اینا را من از محضرشون چی حضوری چی غیابی استفاده کردم که اینها آخرین حلقه های ارتباط با موسیقی اصیل ایرانی و دوران قاجار بودند. سابقه آشنایی من با آقای شجریان به سال 1345 برمیگردد که من به علت شغلی که داشتم به مشهد منتقل شدم با آقای شجریان و هنرمندای مشهد آشنایی پیدا کردم. اسوانه در اون سالهای دیگر اثری از آن مکاتب بسیار با ارزش و روش سعی و اصیل آموزش سینه به سینه از اساتید گذشته باقی نمونده بود، به جز مرحوم استاد دوامی که ایشون هم در سن کهولت بودن. دیگر آواز خانان بزرگ گذشته یا از دنیا رفته بودن یا مثل آقای اقبال بیمهری ها که براشون شده بود در تهران حضور نداشتن. اونچه آقای شجریان در موسیقی آوازی به دست آوردن بر اثر تلاش مضاعف خود ایشون
ممارست زیاد و گوش دادن به آثار ضبط شده معدود مرحوم طاهرزاده و جناب زلی و دیگران و بهره‌گیری از نوازندگان آقای عبادی و آقای پایور و دیگران بودن. یه خاطره خیلی جالبی که من ازشون دارم اینه، من در اولین کنسرتم چهارگاه که خونده بودم یه بیت شعر اونجا بود: مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. بعد این کنسرت مدت گذشت و تشییع جنازه آقای عبادی بود یا یکی دیگه در امامزاده طاهر بودیم. آقای شجریان اومد من بغل کرد و تو گوشم گفت میدونی چیه؟ گفتم نه. گفتش که بعضی ها فکر میکنن که شما این شعر برای من خوندیم. من در جوابش دوباره ایشونو بغلم فشردم و بوسیدمش و بهش گفتم من هرگز این کاری نمیکنم در زندگی و اصلا از این عوالم همیشه به دورم. روابط هنرمندا همیشه باید بر اصول انسانیت و اخلاقی باید باشه. هنرمند همیشه شاخصه، همه جا باید همیشه خودش کنترل کنه، در حرف زدن، در رفتار حتما لازمه، چون اجتماع از این الگو برمی‌داره. هنر موسیقی ایرانی خصوصا آواز یکی از اصیل‌ترین و ریشه‌دارترین هنرهای جهان است و در طی هزاران سال سینه به سینه به بهای زندگی و خون گذشتگان ما به دست ما امانت رسیده. چی دستا و سازهایی که در این راه شکسته شده و چی حنجره هایی که در کنج تنهایی خاموش شده. متاسفم که بگویم به جز تعداد بسیار کمی عمومی کسانی که امروز دایی خوانندگی موسیقی ایرانی را دارن از مسیر هنر خارجند و بیشتر اون که در فکر حفظ این هنر با ارزش باشن در فکر خرج کردن در راه به دست آوردن ثروت، شهرت، موقعیت هستند. همه این امکانات به دست می آید ولی به صورت از دست می رود. تنها آثاری که با عشق، تلاش، دانش درست موسیقی خلق شدن در حافظه تاریخ و یادگار می ماند. آنچه بمانده خواهد ماند هنر اصیل، پاکیزه، به دور از آلایش موسیقی ایرانی است و از همه این بالاتر انسانیت و درستی است. در خاتم رفتن آقای شجریان که بسیار زحمت کشیدن و ارزش بسیار داشتن، به خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنم و جامعه ایرانی همیشه مدیون محبت‌های هنریشون هستن. ضمناً از آقای شهرام ناظری که بسیار دوست صمیمی مثل آقای شجریان همیشه دوستشون داشتم و دارم، همیشه سلامت و صداش پایدار و جاودان بمونه. Thank you.
امشب ندانم ای بت زیبا، امشب ندانم ای بت زیبا چه میکنی، ما بی تو خون خوریم و تو بی ما چه میکنی، خون ریختن به ناحق و با غیر ساختن امروز میتوانی و فردا چه میکنی. امشب ندانم ای بت زیبا چه میکنی، ما بی تو خون خوریم و تو بی ما چه میکنی. جفا کنی و نهانی خطا کنی، با این دو مرگس، با این دو مست نرگس گویا چه می کنی. قاصد دگر برای مجانین ضرور نیست، ای دل میانه من و لیلا چه میکنی. Thank you.
صحبت خار آفریده گل را برای صحبت خار آفریدن بیچاره بلبل بیچاره بلبل این همه غوغا چه میکنی آیا بیچاره بلبل این همه غوغا چه می‌کنی آیا آیا گل را برای صحبت خار آفریده بیچاره بلبل این همه غوغا چه می‌کنی. سال‌های عجیبی رو تجربه کردیم، سال‌های نحس و بدشگون. چه عزیزانی رو از دست دادیم و شاهد رفتن چه هنرمندان بزرگ و نازنینی بودیم یکی پس از دیگری. امروز هم شجریان رفت، فردا هم نوبت ماست. قبلنم گفته بودم شجریان رفتنی نیست، به هر حال هیچ هنرمند بزرگی نامش و یادش از بین نمیره، اما فقدان این استاد برجسته موسیقی سنتی و آواز برای جامعه موسیقی و برای مردم و مملکت به هر حال دشوار و تلخه. شجریان در موسیقی سنتی جایگاه بالا و بالایی داره. ایشان برای رسیدن به این جایگاه سالیان درازی رو طی کرده، از پستی بلندی های بسیاری گذشته و سختی های رو به جان خریده و به قول قدما دود و چراغ خورده تا به هر حال خودش رو به این مرحله ممتاز توانسته برسانه. ایشان از کودکی تحت تاثیر خانواده و پدر آواز را با قرائت قرآن شروع میکنه و به این راه ادامه میده و در نوجوانی و جوانی تحت تاثیر آوازهای بنان و زلی قرار میگیره و دل میبنده به این دو استاد آواز. و بعد از آمدن به تهران ادامه تعلیم خودشون نزد استاد مرتاش در تئاتر جامعه باربود ادامه میده. آشنا شدنش با استاد عبادی سببی میشه که به رادیو دست پیدا میکنه و در رادیو سالیانی رو به اجرای برنامه در برنامه گلها و گلچین هفته میپردازه. از سال 1350 با تحولی که در زمینه موسیقی کلاسیک ایرانی موسیقی سنتی به وجود میاد و با تشکیل مرکز حفظ و اشاعه موسیقی توسط دکتر داریوش صفوت، شجریان هم با اون ذهن جستجوگری که داره
این نیاز رو احساس میکنه که باید دانش آواز خودش رو وسیع‌تر بکنه و همین دلیل نزد استاد عبدالله دوامی به ادامه ردیف ها و تصنیف های قدیمی میپردازه و در حقیقت نزد استاد بزرگ موسیقی نورعلی برومند سبک آوازی سید حسین طاهرزاده رو کار میکنه. اصولاً سبک استاد برومند نوعی زیبا شناختی آواز و تلفیق شعر موسیقی و آشنایی شاگردان با ادوات تحریر و تکنیک های اصولی ریاضی و هندسی تحریر بود و این خودش یک موضوع خیلی منحصر به فردی بود که فقط استاد نورعلی برومند این نوع تدریس رو در ایران داشتند. در کنار این شجریان از دانش استاد دادبه استفاده کرد و دو بیتی های بابا طاهر رو نزد ایشان سالیانی به اصطلاح کار کردن و مجموعه این تجربیات در حقیقت شجریان رو به یک مرحله خیلی کمال رساند و از اونجا بود که شجریان شروع کرد و پاره ماندگار خودش رو به خصوص با همراهی روانشناس پرویز مشکاتیان یکی پس از دیگری ارائه داد. اصولا شجریان با ذهنیت پویا و جستجوگری که داشت توانست از تجربیات مختلفی برای ارتقای آواز خودش استفاده بکنه، از جمله از تکنیک های قرائت قرآن که از کودکی آموخته بود و در این رشته به مقام ممتازی رسیده بود، توانست از این تکنیک ها در آواز خودش استفاده بکنه و در انتها یک سبکی رو به وجود بیاره، سبک ممتازی به اسم سبک استاد محمدرضا شجریان که امضای خود ایشون پای این سبک حک شد. از بدو تشکیل کانون هنری چاووش در ابتدای انقلاب سه کلاس آواز در این کانون تشکیل شد که استاد نصرالله ناصرپور و استاد محمدرضا شجریان و بنده در این سه کلاس به عنوان معلم آواز تدریس میکردیم. در کنار تدریس آواز به مسائل موسیقی و اجرای موسیقی و چاووش ها و کنسرت هایی که اون دوره بود به اصطلاح میپرداختیم. خب طبیعی است که در اون شرایط خیلی دشوار ما گروه چاووش کارهایی که کرد در دوره‌ای بود که واقعا حتی نام موسیقی رو بردن و واژه موسیقی ممنوع بود و با سختی های فراوان ما کار کردیم. اولین نواری که از طرف کانون هنری چاووش منتشر شد نواری بود که طرف قسمت اولش با صدای شجریان اون آهنگ معروف برادر بیقرار و برادر کاکلش آتش بشونه و طرف بیش با صدای بنده شهرام ناظری که اون زمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود ز جان شستم از برای آزادی، این شعر بود و در حقیقت یه اثری بود از به همراهی گروه شیدا با سرپرستی محمدرضا لطفی که این اولین اثر کانون چاووش بود که منتشر شد و کار ما همینطور ادامه پیدا کرد با گروه شیدا و گروه عارف که خود گروه عارف هم گاهی حسین علیزاده سرپرستی می‌کرد و گاهی پرویز مشکاتیان و این همکاری ادامه پیدا کرد تا زمانی که کانون چاووش منحل شد متاسفانه و از این تاریخ خب ما یک مقدار راهمون جدا شد و خب تا اون موقع اونجا با هم همکار بودیم، تدریس آواز میکردیم، از اینجا به بعد جدا شدیم.
خود من مدتی در دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا تدریس آواز میکردم. استاد شجریان هم تدریسش رو ادامه داد و هم کارهای موسیقیش رو یکی پس از دیگری، و ما همینطور ما دو نفر با همراهی و کمک موسیقیدانهای هم دوره خودمون کارهای رو تماندگار شد یکی پس از دیگری ارائه میدادیم. ایشون توانست یه آثار خیلی بارزشی رو مثل بیداد، دود و عود، براستان جانان، مرکبخانی نوا، دستان و آثار ارزشمند دیگری رو به وجود بیاره. در کنارش بنده به موضوعات اون موسی و شبان، صدای سخن عشق، زمستان، گل صدبرگ، یادگار دوست، آتش در ریستان، در گلستانه، شورانگیز، آواز اساطیر و سفر به دیگر سو و دیگر آثار رو به اصطلاح توانستیم یکی بعد از دیگری ارائه بدیم. شاید بگم حدود ربع قرن در فضای موسیقی ایران ما دو خواننده بودیم که کار کردیم واقعا در اون شرایط بسیار دشوار. البته بودن خوانندگانی در صدا و سیما برای تلویزیون، ولی ما به عنوان دو خواننده آزاد و مستقل در حقیقت این راه ربع قرن رو ادامه دادیم. آشنایی و دوستی بنده با استاد محمدرضا شجریان برمیگرده به سال 1354. قراری داشتم با هلف سایه، شاعر بلند آوازه که مدیر قسمت موسیقی رادیو ایران بودند، در میدان ارک. و اون روز ایشان به من پیشنهاد کردند که من با محمدرضا شجریان آشنا بشم، و به اتفاق با هم در اتاق دیگری رفتیم که شجریان در اونجا بود و ما رو به هم معرفی کردن. یک روز بعد از ظهر بود و خب سایه مقداری پیش ما نشستن و در حقیقت با اون بزرگواری که داره و پختگی خودش این جمله رو گفتن به آقای شجریان که این جوان مورد تایید استاد نورعلی‌خان برومند هستند. و داستانی که استاد برومند آمدن و در شنگاه رادیو جلسه داشتن و یک نواری از صدای من تو جیبشون بوده و گفته اینو بزنین که خستگی در بره رو تعریف کردن، و خب خود این خیلی تأثیر خوبی داشت در اینکه یک کسی مثل شجریان که بالاخره خیلی از من بزرگتر بود توجه پیدا بکنه نسبت به من. این بود که سایه وقتی ما رو ترک کرد ما با هم صحبت کردیم و خب شجریان هم با اون ذهن به اصطلاح پیگیری که داشت و جستجوگر، خب دریافت که با یک جوانی روبرو هست که هم با ردیف‌ها و هم خودش دستی به شعر داره و ادبیات داره و هم اینکه با مقام‌های موسیقی به خاطر کرد بودنش آشناست. خیلی لحظات خوبی اون شب گذشت. بعد یک باره آقای شجریان یک پیشنهاد خیلی جالبی کرد و به من گفتن که شما اومدین اینجا ماشین آوردی؟ گفتم آره، در حیات رادیو پارک. اون ماشین تو بزن اینجا، بیا با هم بریم منزل ما. خیلی پیشنهاد جالبی بود برام و ما به اتفاق با ماشین ایشون رفتیم و در تهران پارس، اون موقع تهران پارس بود منزلشون، رفتیم و من برای اولین بار با خانواده ایشون، خانومش یعنی مادر بچه ها خانم پروان و فرزانه و افسانه مجگان و همایون که اکثرا بچه ها خیلی کوچیک بودن، البته اون دوتا آخری، و دو روز جالبی در خانه ایشان واقعا طی شد، خیلی پربار. و دیگه روز بعد ایشان منو آوردن در حیات رادیو، من پیاده شدم و سوار ماشین خودم شدم و خداحافظی کردم و این ارتباط شروع شد. در حقیقت یک رابطه هر روزه‌ای به وجود آمده بود، اکثرا با هم بودیم یا
من منزل ایشون بودم یا ایشون منزل ما بود، یا اینکه ایشون میمدن دنبال من و با هم رادیو میرفتیم، چون سال 54 کار ارتباط من با رادیو هم شروع شده بود، یا اینکه گاهی روزا صبح زود برای تمرین آواز با هم به کوه میرفتیم و واقعا یک ارتباط بسیار زیبا و یک شیفتگی خیلی جالبی بین ما به وجود آمده بود. کسی که در ارتباط این دوستی من و ایشان بود، یکی از فامیل های خود من بود که به نام کیخسرو پور ناظری، که خود ایشان هم از موسیقی دانه بزرگ مملکت هستند، و چون من با ایشون هم یک رابطه تنگاتنگی داشتم، خیلی براشون جالب بود این ارتباط خاصی که بین من و آقای شجریان به وجود آمده بود و بین ما دو آوازخوان. در حقیقت برای ایشون یک موضوع خیلی تازه بود که این ارتباط و این شیفتگی. به هر صورت خب این عشق و شیفتگی و در حقیقت همه این محبت ها در اون دوره فراوان بود و مردم واقعا همه با یه حس عاشقانه با هم رابطه داشتن، و من یادمه که ما توی گروه کانون چاوش همه عاشق هم دیگه بودیم. اون دوره فرق میکرد، مثل الان نبود که در حقیقت این مهربانی آرام آرام ضعیف شد، این مهر به تدریج توی این سالها از دست رفت، ولی اون موقع اینطوری نبود. واقعا مردم همه عاشق هم بودیم و این رابطه ما بسیار قشنگ ادامه پیدا کرد و در حقیقت ما توانستیم از این سالیانی که با هم دوستی تنگاتنگ داشتیم که 6-7 سال بود، و در حقیقت این شبها و روزهایی که با هم بودیم، بتونیم از تجربیات همدیگه با اون فرهنگ‌های خاص خودمون، با اون جغرافیه خاصی که داشتیم، با تفاوتهایی که با هم داشتیم، بتوانیم از تجربیات همدیگه استفاده بکنیم. به هر حال من یک دیدگاه متفاوتی داشتم خب نسبت به ایشان، و اختلاف نظرهایی با هم داشتیم به خاطر فرهنگ هامون و به خاطر نوع جغرافیا و در حقیقت تفکری که از ابتدا باش بزرگ شده بودیم، و همین اختلاف ها و همین اتفاقا تفاوت ها بود که باعث استحکام این دوستی شده بود. و شجریان اتفاقا با همون ذهن در حقیقت تجربه گرا و جستجوگری که داشت بسیار به این مورد علاقه من بود، و همین تفاوت هایی که با هم داشتیم باعث این رابطه دوستی ما شده بود که توانستیم در کنار این واقعا از تجربه های همدیگه ظرف چندین سال استفاده بود. خب استاد شجریان علاوه بر جایگاه بالای هنری که داشت، از یک محبوبیت خیلی خاص مردمی هم برخوردار بود، علاوه خصوص از سال 88 به بعد که داستان خس و خاشاک رو مطرح کرد و اون نامه اعتراض آمیز به صدا و سیما که گفته بودن غیر از ربنا آثار دیگه ما حق پخش نداریم، این که به صدا و سیما کاراشو پخش نکنه، چون خب طبیعتاً میدانید صدا و سیما آثار ما رو پخش میکرد بدون اجازه ما، بدون اطلاع ما، بدون هیچگونه قرارداد و بدون هیچ حقوقی. و این نامه و خس و خاشاک و همه اینها با هم جمع شد و یک موضوع خیلی عظیم اجتماعی رو به وجود آورد و یک توفیق مردمی و محبوبیت مردمی برای شجریان به وجود آورد. به موازات این موضوع من یک آهنگی به نام خس و خاشاک که قبلا اجرا کرده بودم با شعر فریدون و مشیری دست به دست گشت و با تصویرهای مختلف و به صورت کلیپ‌های مختلف در بین هم مردم و همه جا پخش شد، و اون شعر این بود که ایرانی آزاد جهان چشم به راه است. استاد شجریان طی سالیان زندگی خودشان
توانستن شاگردان بیشماری رو تعلیم بدن. اصولا کلاس های ایشان یکی دو سال قبل از انقلاب در رادیو شروع شد. اولین اکیب شاگرده ایشون آقای محسن کرامتی و گروه اکیب ایشان بودن. بعد از انقلاب هم اینن این کلاس ها منتقل شد به کانون هنری چاوش، در حقیقت همون جایی که خود بندم به عنوان معلم آواز تدریس میکرد. این ادامه پیدا کرد تا زمانی که کانون چاوش منحل شد، و وقتی کانون چاوش منحل شد یک مقدار راه ما جدا شد. ایشون تدریسش رو در جاهای مختلف علل خصوص در فرهنگستان هنر ادامه دادن و من هم مدتی به صورت آزاد و بعد در دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا مدتی درس دادم و در حقیقت راه هم تدریس و هم اجرای موسیقیمون به همین صورت ادامه پیدا کرد. خاطرات تلخ و شیرین و در حقیقت گذر کردن از فراز و نشیب های مختلف در زمینه موسیقی و دوستی ما به مدت حدود 6 سال و در حقیقت همکاریمون به مدت یک ربع قرن که ما دو نفر با هم همکار بودیم و آثاری رو به وجود آوردیم، امروز بسیار تلخ و ناگواره که در حقیقت ایشون نیست. و من به این مناسبت یک آوازی رو اجرا کردم با شعری از مهدی اخوان ثالث که اون شعر به این صورته: ما دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است.
نفرین به سفر، نفرین به سفر که هر چه کرد خیلی برای من جالبه که وقتی که یه حسایی به کار میفته این آدم باورش نداره تا وقتی که لحظه اتفاق میفته که باورش میکنه. وقتی که داشتم تنهایی ساز میزدم، اون روزی که داشتم قطعه رو با خودم زمزمه میکردم، خیلی وقت بود اصلا طرفش هم نرفته بودم، نمیدونم اون روز چطور شد که این ملودی رو شروع کردم و بعد تقریبا هنوز به یک دقیقه نرسیده بود که تلفنم زنگ خورد و بهم گفتن که اتفاق افتاده. راستی چی بود که من، چه حسی بود که من اون روز این ملودی رو زمزمه کردم؟ نمیخوام اصلا توی مسائل خرافی برم، ولی به نظر من انقدر وقتی که احساساتت به یک رفیقت عمیق میشه، مثل که واقعا اجازه به خودت بیاد بدی که تو یک حسایی بری که شاید به صورت نگاه سطحی اسمش نگاه خرافی باشه، ولی من اون روز این ملودی رو زمزمه کردم با ساز و هنوز جمله‌مو کامل نکرده بودم، به من خبر دادن که محمد رضا استاد شجریان رفت و مثل این که قبل از اینکه بگن باور کردم. و خیلی 4 سال عجیبی گذشت، یعنی اینکه همش فکر میکردیم که این رفیق ما، دوست ما شرایط خوبی نداره، آیا خودش رو برای ما داره زندگی نگه میداره یا دارن زنده نگهش میدارن. به نظر من شجریان میل به زندگی داشت همیشه و همیشه هم زنده خواهد موند، یعنی زندگی رو به ما یاد داد. خیلی صحبت ها میشه راجب شجریان. خیلی خوبه که آدم باهاش زندگی کرده باشه، نه به عنوان یک کسی که ازش تحت مثلا اون اتوریته یا اون عظمتش قرار میگیره، کسی که رفیقت باشه. و وقتی که رفیقت هست میبینی که این رفیق چقدر ارزش داره. چیزی حدود 40 چند ساله که این احساس رو من تجربه کردم در قالب یک رفیق و خیلی الان که حتی ظاهرا نیست، بازم صداش برای من یه حالت دیگه پیدا کرده. برای من خیلی جالبه که خیلی صحبت ها میشه که بعد از شجریان دیگه آوازی وجود نداره یا مثلا لطفی نداره یا خیلی از این چیزا میشه. به نظرم یه مقداری کلیشه‌ای این چیزا جریان پیدا کرده، ولی اتفاقا آدمای بزرگای مثل شجریان بذر رو میکارن برای آیندگان. تمام آدمایی که در هنر جسارت داشتن و وجود داشتن در واقع راهی رو رفتن که بقیه نمیرفتن و راهی رو هموار میکنن برای نسل آینده. من به عینه میبینم، چون ما یه نسلی بودیم که در کار خودمون صمیمیت داشتیم، زحمت کشیدیم، همینطور که ما وارث زحمات دیگران بودیم و چقدر زحمت کشیدن و چه چیزهای گرانبهایی به ما دادن. ولی باید همیشه قبول کرد که زمان میگذره و خیلی چیزا شکلش عوض میشه و همه چیز باقیه. وقتی که همه دارن مثال شجریان رو با فردوسی میزنن و بعد میگن که آواز دیگه رفت یا نیست، به نظرم دارن ارزش کمی به آن چیزی که شجریان کاشت میدن. شجریان و امثال شجریان، مثلا ما در موسیقی میگیم عارف، درویش خان، شیدا،
اینا که همش زندن، خیلی جالبه این همه پشت هم نسل میگذره ولی بوی تراوت وجودشون و کارشون همیشه میاد. اگر خلاصه کنم، این دوست عزیزمون، رفیق عزیزمون و استاد شجریان رو میتونم بگم که خصائصش چه چیزایی بوده. بعضیا خیلی تکیه دارن رو تکنیکش، به نظرم کمتر آدمای صلاحیت دارن که در مورد تکنیک شجریان صحبت کنن، چون اون خیلی آگاه به تکنیکش بود و تمام راه ها رو طی کرده بود و از تکنیک گذشته بود. آن چیزی که هنرمند رو شجریان میکنه هم گذشتن از تکنیکه، یعنی که دست پیدا کردن به هنر نابه، و هم اون شخصیت اجتماعیش، یعنی اینکه شما خیلی تبحر داشته باشی ولی هیچ شخصیت اجتماعی یا حتی سیاسی نداشته باشی، یعنی آدم بی تفاوتی باشی، به نظر من اون فقط هنر برای هنر میشه. شما اگر بخواید یک فرد اجتماعی، یه فرد، یه آدم ملی بشی، خیلی زیباست. خیلی ها الان تختی رو نمیشناسن، خیلی ها ممکن که واقعا الان فردوسی و حافظ و تمام شعرهای بزرگای ما دیگه در هیبت انسان نمی گنجن و کسی این که به مرگشون فکر نمی کنه، همیشه فکر کنه که زندن و کنارشونن. ما هر شاهدی بخوایم در زندگیمون بیاریم، فوری از همین آدمایی که ظاهرا در زندگی ما فیزیکن نیستن ولی جاودانه هستن. به نظر من شجریان اگر که تبحرش که تکنیک گذرانده بود در موسیقی، اگر شخصیت اجتماعیش نبود میتونست فقط تبحر باشه، یا اگر فقط شخصیت اجتماعی بود میتونست فقط یک شخصیت اجتماعی باشه. شجریان حتی کسانی که به موسیقی آگاه نیستن به عنوان یک چهره ملی شناخته شد و به نظر من با سرعت، یعنی لازم نشد که 10 سال و 20 سال و یه قرن بگذره بگن حالا مثلا شناختنش. خیلی جالبه که هر کسانی که اومدن این واقعیت رو پنهان کنن، انقدر این واقعیت قوی بود که اون رو نه تنها خونسا کرد، یک ضربه علیه خود هم شد. به نظر من شجریان هیچ وقت سعی نکرد که فقط شعار بده، یا شجریان وقتی احساس کرد که یک قدرت هنری هست، اون قدرت اجتماعیش هم به دست آورد، اون وقت حرفش ارزش پیدا کرد، اون وقت تونست رو همه مردم، رو توده مردم اثر بذاره. هنرمند موقعی موفقه که تمام جامعه، تمام اقشار جامعه متاثرش باشن، نه فقط روشنفکر باشن، نه فقط آدمای عامی. این مطلب خیلی مهمی که هنرمند چگونه بتونه این دو زاویه رو به هم پیوند بده. نگیم که آواز رفت، اتفاقا هنرمندای بزرگ یک بذری رو میکارن، یک راهی رو باز میکنن و یک تجربه‌ای رو میکنن که نسل بعدی از اون پله شروع میکنه. اگر که این تجربه نشده باشه، دوباره باید از اعماق زمین شروع کنن. شجریان هنرمندی بود که به آسمان خط شد، حالا دنبال کسایی که دنبال راهش رو دارند از آسمان شروع میکنن، نه از زمین. چندان که گفتم غم با طبیب، غم با طبیب درمان نکردند مسکین غریب، مسکین غریب. آن گل که هر دم در دست بادیست، گوشرم بادت از عندلیب، از عندلیب، از عندلیب.
چندان که گفتم غم با طبیبان، غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، مسکین غریبان، آن گل که در دست بادیست، کوشن بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. یارب امان دل تا باز بینم، یارب امان دل تا باز بینم، چشم محبان روی حبیبان، درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، ای منعم آخر بر خان وصلت، تا چند باشیم از بی نصیبان، ای منعم آخر بر خان بسلت، تا چند باشیم از بی نصیبان، از بی نصیبان، از به یاد استاد شجریان، قطعه‌ای در مقام بیات شیراز با ساز نوتار اجرا می‌کنم.
در مورد هنر خوانندگی استاد شجریان نمیخوام صحبت کنم، برای که حرفی در این زمینه نیست، غیر از اینکه واقعا ایشون استثنایی هستن در این مورد و کارشون نه تنها بی‌عیبه بلکه مرجعه. و نکته‌ای که خیلی مهمه، دوران فعالیت هنریشونه که میشه گفت 50 سال فعالیت پرکار و مداوم و پر محصول داشتن، یعنی تولید کردن موسیقی در هر زمانی و فراخور همون زمان، چه موسیقی که انتخاب کردن، چه کسانی که همراهشون بودن، نوازندگان یا ارکسترایی که همراهشون کردن و چه کلامی رو که انتخاب کردن، همه آگاهانه بوده و به فراخور اون دوران بوده. میشه گفت که سالهای 40 در واقع شروع کارشونه که در رادیو کارشون رو شروع میکنن و با استادان اون دوره، استادان قدیمی، سنتور ورزنده، تار جلیل شهناز، تار فرهنگ شریف و دیگر اساتید بزرگ اون دوران، کمانچه علی اصغر بهاری و تمام اون نوازندگان اون دوران و گروه های اون دوران، به عنوان یک خواننده موسیقی دستگاهی خودشون رو تثبیت میکنه. در سالهای 50 که یک دوره جدیدی هست در موسیقی ایرانی و در جامعه ایرانی، ایشون در صدر اون گروهی قرار میگیرن که سمبل موسیقیدان هایی میشه که موسیقی ایرانی رو به عنوان یک موسیقی جدی میخوان کار بکنن و نه به عنوان تفنن و اون زمان که یه مقدار موسیقی های کاباره‌ای و انواع موسیقی های بیشتر تفننی رایج بود، به طوری رو میارن به موسیقی ایرانی و اجرا میکنن و همراه همکارایشون از جمله شادروان، محمد رضا لطفی برنامه های اجرا میکنن و یک خون جدیدی رو در موسیقی ایرانی جاری میکنن که این موسیقی که تا اون زمان ظاهراً موسیقی سنهای بالا بود و یه مقدارم متروک شده بود، تبدیل بشه به موسیقی جوانان و همون رپرتوار عارف و شیدا و دیگر قطعاتی که حتی قطعات مال دوی قاجار بودن، تبدیل میشه به یک موسیقی انقلابی. و این جریان یک جریانی میشه که خب باید فراموشم نکنیم که در اون سالها خیلی موسیقی تولید نمیشد، موسیقی دستگاهی، یعنی هر کاری که انجام میدادن، چه کارهای در جشن هنر شیراز باشه، جشن طوس باشه یا دیگر کارها باشه، خیلی شاخص بوده و همیشه مورد توجه قرار میگرفته و الگو قرار میگرفته. از جمله این که کارهایی که انجام میدن اینه که دستگاهایی که متروک بوده، دیگه تقریبا فراموش شده بوده، مثل نوا و راس پنجگاه، با اینها شروع میکنن و در جشن هنر شیراز در همون سالهای 50 اجرا میکنن و بعد در رادیو در برنامه گلچین هفته. و این جریان تلاقی میکنه با فضای انقلابی و این گروهی که تشکیل شده بوده به اسم گروه شیدا، که برادران کامکار هم وقتی استاد لطفی به کردستان رفته بودن با اون خانواده وصلت میکنن و به تهران میان و این گروه تشکیل میشه، در واقع یک گروهی میشه که سرودهای انقلابی، آهنگهای انقلابی درست میکنن، خیلی پرشور. و در اون فضای اون زمان این موسیقی خیلی موسیقی تاثیرگذاری بوده، به شکلی که بعد از انقلاب هم
ادامه پیدا میکنه، انقدر در فضای عمومی جامعه جریان داشته این موسیقی، گروه چاوش تشکیل میشه و در کارهای گروه چاوش این کارها رو ادامه میدن. استاد شهرام ناظری هم به این گروه میپیوندن و در این چند سالی که ازش یاد کردم میشونم همراه این گروه بودن با استاد علیزاده میشکاتیان و این کارها ادامه پیدا میکنه تا زمانی که موسیقی متوقف میشه به شکلی. بعد از انقلاب اکثر موسیقی ها متوقف میشه، ولی این دوستانی که ازشون یاد کردم اینها چون در این جمع و فضای انقلابی بودن به کارشون میتونن ادامه بدن، ولی خیلی به شکل در واقع شخصی، یعنی در فضاهای خصوصی ضبط بکنن یا نوار تکثیر بکنن. و من یادمه که یک نوار که میومد منتشر میشد، مثل فرض کنید بیدار، این سالها مردم باید زندگی میکردن و این نوار اون سالها بود، یا مرکب خانی میومد یا بعد دستان میومد. این موسیقی دوران سالهای 60 در واقع. بعد سالهای 70 کنسرت های خارج از کشور، ایرانیانی که خارج از ایران بودن و به هر حال ارتباط عاطفیشون رو با ایران خواستن حفظ کنن و یک جور نوستالژی ایران و فضاهای عاطفی رو داشتن، چون کنسرت های خارج از کشورشون رو شروع میکنن و دوره سالهای 70 که خیلی این دوره هم پربار بوده با گروه های مختلف به خارج از کشور میان، ولی کارهای برجسته ایشون بعد از استاد لطفی با استاد مشکاتیانه که کارهای خیلی برجسته و عالی انجام دادن، ماندگاری در این دوره. بعد در سالهای 80 دوباره نوعی از موسیقی رو کار میکنن که یک مقدار فضای متفاوتی داره و یه مقدار شکل‌های نوعی داره، از لحاظ این که روی شعر نو کار میکنن با استاد علیزاده و آقای کیهان کلبر که اون به اصطلاح کنسرت معروفشون اسم همنوا با غمه، ولی یه تورهای زیادی رو در دنیا میدن و این دوران هم یه دوران بسیار خاص و دوران شکوفاییه از لحاظ این نوع و سبک و سیاق کار. و در دوره بعد سازهای ابداعیشون رو درست میکنن و میپردازن به یه مقدار ابداعاتی در رنگ‌آمیزی ارکستر و سازهای ابداعی که کارهای آخرشون در واقع این کارها هست که با آهنگسازی مجید درخشانی و گروه شهناز هست. اینها روال کاری ایشونه در این پنج دهه پربار کار هنریشون. البته در بین این کارها فعالیت‌های زیادی کردن، دوره‌های آواز گذاشتن یا اینکه سفرهایی که داشتن با موسیقیدان‌های مختلف به کارهای مختلفشون می‌پرداختن. من خودم در اون زمان چون در خارج از کشور زندگی می‌کردم، در اروپا کنسرت‌هایی با ایشون داشتم که دو تا از این کارها
یکیش به اسم دوده بود و یکیش به اسم شده وست، اینها منتشرم شدن و این کنسرت ها رو ما به صورت پراکنده در زمانهایی که خارج از کشور بودن اجرا می کردیم و نهایتاً این شرحی بود از کل فعالیت های ایشون. و نکته آخری که اگه بخوام بگم اینه که ایشون هم دغدغه اینو داشتن که موسیقی یک موسیقی کلیشه‌ای و تکراری نباشه و کارهایی که میکردن همیشه خاص بود، یعنی حتی همون شور، دستگاه شور رو که میخوندن یا دستگاه سگاه رو میخوندن هیچگاه مشابه نبود، همیشه متفاوت بود همون غزلخوانی که میکردن. ولی در ضمن یک نوع احتیاطی داشتن از اینکه با سلیقه مردم فاصله نگیرن و موسیقیشون موسیقی خاص نشه، خواص نشه و مردم ارتباطش رو از دست ندن با کارشون. حتی من یادم آخر کنسرت ها وقتی مردم خیلی دست می زدن ایشون چندین بار پیش اومد ما با هم کنسرت داشتیم گفتن که بریم مرغ سحر اجرا کنیم، مردم دوست دارن و براشون خیلی مهم بود اینکه مردم ارتباطشون رو قطع نکنن با کار موسیقیشون. حتی زمانی که روی شعر نو هم کار کردم خیلی وسواس داشتن در این زمینه. در مورد ایشون صحبت خیلی خیلی زیاده و حتی باید کارهای ایشون الگوهای قرار بگیره که سالهای سال بررسی بشه، تدریس بشه، الگو برداری بشه و بتونن نسل‌های جوان آواز ایرانی رو، هنر آواز ایرانی رو زنده نگه دارن. روحشون شاد و یادشون پایدار. در موزد شادبان استاد محمد رضا شجریان میشه از زوایای مختلف صحبت کرد. من صحبتم رو در دو بخش خلاصه میکنم. یکی شخصیت و مرام ایشون و دیگری شیوه خواندن و نوع خواندن ایشون در موسیقی دستگاهی ایران. در بخش اول اشاره می کنم به مرام افتادگی و خصوصیات اخلاقی که ایشون از نوجوانی داشتند و فروتنی ایشون. برخلاف خیلی از موسیقیدانان ایران ایشون آدمی اجتماعی، مردمی و همراه با مردم و اجتماع بودن و خواستهای اجتماع و خودشو هیچ وقت جدا از مردم و اجتماع ندید. از جوانی تا زمانی که هوشیار بود
و همین خصوصیات باعث شد که نه تنها محبوب ترین موسیقیدان کشور باشه در سده اخیر، بلکه محبوب ترین هنرمند ایران باشه در سده اخیر در همه حوزه ها، یعنی در نسبت با همه حوزه ها. ایشون ابایی نداشت که دست هر خواننده یا هنرمند از نواحی مختلف رو ببوسه، با اخلاص. همیشه هر وقت که ما دیداری داشتیم از من سوال میکرد که از تو این همه سفر میری از تو اینا خواننده ای در میاد؟ گفتم که حتما در میاد، منتها نوع موسیقیش با نوع موسیقی شما متفاوته. در اولین اختتامیه جشنواره آینه‌دار ما از یکی از بزرگترین خوانندگان فقید موسیقی بلوچستان استاد لعل‌بخش پیک دعوت کردیم که ازش تجلیل به عمل بیاد. در روی صحنه استاد شجریان دست لعل‌بخش پیک رو بوسید. ایشون نابینا شده بود دیگه. من به آقای لعل‌بخش گفتم که این شخصی که دست تو رو بوسید آقای شجریان بود. گفت آقای شجریان؟ گفتم بله. تازه بغلش کرد. بعد من به آقای شجریان گفتم که این یکی از بزرگترین خوانندگان موسیقی بلوچستان از چابهار. شخصی بود بسیار مؤدب، با وقار، با شخصیت. ممنوع صداش کردن، اصلا به روی خودش نیاورد. ممنوع تصویرش کردن، اصلا به روی خودش نیاورد. فقط مونده بود که ممنوع سفرش بکنه. به لحاظ روحی بسیار پر بنیه بود. اینها گذشته از خوش صدایی که اساساً در کل خانواده اینها حالا موروثه بود، اون ربطی به این مسائل نداره. من راجع به شخصیت کلی ایشون صحبت دارم میکنم. بخش دوم صحبتم راجع به شیوه خواندن ایشون بود. ایشون در زمانی که حتی در اوج بود تمرین میکرد، یعنی ممارست در عمد خواندن رو هیچ وقت کنار نمیذاشت. ایشون منظری داشت که حیات و باغچه بزرگی داشتن و خب در فصلهای گرم این باغچه نیاز به آبیاری داشت. می گفت من خودم این باغچه رو آبیاری می کنم و حین آبیاری یک واکمن تو جیبم هست و یا دستم هست و مدام صدای خوانندگان بزرگ و قدیمی ایران مثل اقبال آذر، مثل بنان،
مثل دیگران رو، مثل طاهرزاده، مثل دیگران رو گوش میدم و تکرار میکنم. این زمانی بود که همه کشور این رو در صدر میدیدن. بعد خودم میخونم و صدای خودم رو گوش میدم. الان کدام یک از خوانندگان جوان این کار رو انجام میدن؟ یعنی این تمرین و ممارست رو انجام میدن؟ هیچ کنم. اون قادر بود که مثل اقبال آذر بخونه، مثل طاهرزاده بخونه، مثل بنان بخونه، مثل همه اینا قادر بود بخونه، ولی مثل هیچ کدام نمیخوان، مثل خودش میخوان. بعد از اون هیچ خواننده‌ای به جز استاد شهرام ناظری دیگه شیوه اختصاصی پیدا نکردن. همه سعی کردن مثل استاد شجریان بخونن. اگه خیلی بده. اون بعد از 100 سال از خودش یک شیوه خاص در آواز خواندن در موسیقی دستگاه ایران به جای گذاشت. ما آینده رو اطلاع نداریم که چه اتفاقی میفته. شاید یه کسی پیدا بشه بهتر ایشون بخونه، چه خوب. ولی تا امروز در 100 سال گذشته کسی بهتر ایشون نخونده. البته شیوه استاد شهرام ناظری متفاوته با آقای شجریان، از اول متفاوت بود اصلا. یعنی در دو مسیر مختلف اینا حرکت کردن. بعد نکته جالب این هست که شجریان به لحاظ انتخاب شعر بیش از هر شاعر دیگری از حافظ در آوازهاش انتخاب میکرد و حافظ بیش از هر شاعر دیگری از واژه عشق استفاده میکرد. در کمتر غزلی از حافظ هست که شما با واژه عشق برخورد نکنید. واقعا در کمتر غزلی هست. این عشق چیه؟ یک در غزلهای حافظ یک مفهومه، یک کسی هست، خداونده، چی هست که اینقدر تکرار میشه حتی در یک غزل چند بار؟ البته استاد شجریان در غزلها در آوازهاش از سعدی هم استفاده کرده، از شعرهای دیگه هم استفاده کرده، ولی بیش از هر شاعری از حافظ در آوازهاش استفاده کرده و حافظ بیش از هر شاعری از واژه عشق استفاده کرده. اینجا مثل یک منظومه است. که یک خورشیدی به نام عشق در مرکز
حافظ دورش میگرده. بعد شجریان دور حافظ میگرده و مردم دور شجریان میگردن، مثل منظومه شمسیه، این گردش سیارات. چرا زمانی که یک کسی گفت این جمعیت کثیر خس خاشاکن، شجریان گفت من برای همین خس خاشاک میخوانم و هیچ هنرمند و موسیقیدان دیگری این رو بازگو نکرد. بارها این رو تکرار کرد که من با مردمم و کنار مردمم. خب علت این محبوبیت همین هاست. اون عشقی که حافظ مدام تکرار میکنه و مدام شجریان با انتخاب درست از غزلهای حافظ این رو به زبان میاره و تکرار میکنه، این عشق به دل مردم میشینه، مردم خوششون میاد. این هاست راز ماندگاری استاد شجریان. حتی عاقل‌ترین شاعر ایران که سعدیه، یعنی از سعدی ما عاقل‌تر نداریم اصلا، میگه آنجا که عشق خیمه زند جایگاه عقل نیست، قوقا بود دو پادشه اندر ولایتی، وانگه که عشق دست تطاول دراز کرد معلوم شد که عقل ندارد کفایت. چو زلفت سر سودا زد در کن فکرم، تا چو زلفت سر سودا زد در کن فکرم.
ما آمد سودیم و دل جدا شد از ما بگریخت تا کجا شد شدید که بند عقل بگسست در حال دلم گریز پا شد او جای دگر نرفته باشد او جانب خلوت خدا شد در خانه مجو که او هواییست او مرغ هواست و در هوا شد او باز سپید پادشاه هست پرید و سوی پادشاه شد داغ کوچ آسمانی استاد سیدریان داغیست که سالها و دورانها بر دل باقی خواهد ماند سخن پیرامون شخصیت هنری و زندگی پربهای جناب استاد سیدریان بسیار است و به طور یقین کسانی که بیشتر از ما به استاد نزدیک بوده اند بیشتر خواهند گفت و بیشتر خواهند نوشت آنچه که برای بنده بسیار مهم است و به هم بسیار زیباست در واقع اون چیزی بود که در زندگی هنری و دورادور در زندگی شخصی ایشان که بی‌ربط هم به هنر نبود ببینم که سرمشق زیبا میتواند باشد برای تمام کسانی که در وادی هنر قدم میگذارند سرنوشت و بیوگرافی استاد سیدریان را خیلی ها میدانند جوانی معلم اهل خراسان تنها و تنها به قصد فراگیری هنر آواز و بیشتر یاد گرفتن با مشکلات فراوان از خراسان به آیه تهران می شود و در آن زمان شاید با بیمهری بعضی از کسانی که دستن در کار هستند روبرو می شود ولی نهایتا استاد سیدریان بیدی نبود که با این بادها بلرزد و اون پایداری کرد استقامت کرد و نهایتا گوهر نهفته درون خود را به همگان نمایاند و در گلراه پیشرفت و ترقی در موسیقی افتاد بسیار شاگردی کرد از وجود بسیاری از بزرگان استفاده کرد از گذشتگان از استادان بزرگ آواز گذشته مثل طاهرزاده مثل زلی مثل اقبال آذر تاج اصفهان و دیگران استفاده فراوان بود از همدوره های خود کمی قدیمی تر از خود از استاد بنان آقای فاخته ای ادیب خانساری و دیگران و خواننده‌هایی که داشتن دوران میانسالی و پیری را طی می‌کردند استفاده های وافر بود از وجود استادان بزرگ که آن زمان دست به ساز داشتن مثل استاد جلیل شهناز استاد کسایی استاد احمد عبادی و دیگران استفاده بسیار بود و بسیار یاد گرفت خود ایشان در جای فرموده بودند که من بسیاری از جملات سازی را در آوازم به کار میبرم استاد در طول دوران زندگی و هنری خود خدمات بسیاری به فن آواز و موسیقی سنتی ایران انجام داد تشکیل کلاس‌های آواز، کنسرت، ضبط سی دی و نوار کاست، کنسرت در داخل و خارج ایران و شناساندن موسیقی سنتی ایران به خارجیان یکی از بخشی از کارهایی بود که استاد در طول زندگی خود انجام داد. اون چی که ما می توانیم بگیم اینه که در واقع استاد سیدریان اساره بودند از کل آواز ایرانی در طول دورانی که فن ضبط کردن آواز وجود داشت یعنی از هر چی که بود استاد سیدریان روی اون کار کرد بهتریناش انتخاب کرد با هم تلفیق کرد جور کرد و آوازی درست کرد که می شود اون را سبک آوازیه استاد سیدریان نامید هرچند استاد در طی دوران هنری خود مبادرت به ضبط ردیفی از
آواز خود ننمود که من فکر میکنم به خاطر احترام به اساتید صاحب ردیف بوده باشه، ولی در واقع هر کدام از کارهای استاد شجریان رو که ما گوش میکنیم خود ردیف کاملی است از موسیقی آوازی ایران در اون اثر. و این خیلی خیلی مهمه که ما به این مسئله توجه کنیم، به احترامی که استاد شجریان برای بزرگان قائل بود، برای اساتید قائل بود، هم اساتید موسیقی سنتی هم اساتید موسیقی مقامی که بسیار خیلی ها دیده بودند که در سالن‌های کنسرت و اجتماعات استاد شجریان به دستای این اساتید کهنسال بوسه می‌زد. از کارهای بسیار مهم استاد شجریان که باید می‌شود به آن اشاره کرد، بها دادن به جوانان و آنها را به همکاری خواندن است که در واقع استاد تو این رشته از کاری که انجام میداد در واقع از اعتبار هنری خود بها میگذاشت که جوانان را برای نسل بعد وارد میدان کنه. هرچند ممکن بود که این اثرهایی که با این جوانان نوخاسته انجام میشه ممکنه به غنای هنری و ارزشمندی آثار قبلش نباشه، ولی خب این بهایی بود که استاد شجریان صرف در واقع بالا کشیدن و اعتبار دادن به این جوانان می نمود. خصیصه بزرگ دیگری که استاد شجریان داشت این بود که هرگز شعار زهد نمایی، نمیدانم صوفیگری و از این قبیل مسائل را هرگز مطرح نمی کرد و به شاگردان خود هم این مسائل را توصیه نمی کرد، بلکه به اونها درس انسانیت، انسان بودن، احترام به هموطنان، به مردم و دوست داشتن کشور را می‌آموخت و خود هم در واقع عمل می‌کرد. و کار بزرگ دیگر استاد شجریان این بود که خود را از نظر مادی و معنوی اینقدر در واقع قوی ساخته بود که هرگز مجبور به اجرا کردن دستورات و یا نظرهای صاحبان زر و زور نباشه. در واقع این احتیاج است که انسان را به بعضی از کارها وامی داره که خود انسان دوست نداره. من امیدوارم که بعد از ایشان هم کسایی باشن که جای خالی ایشان را پر کنن، ولی من به شخصه نمیدونم چرا فکر نمی کنم که حداقل در طول عمر من کس دیگری پیدا بشه که واقعا به همچین توانایی و به همچین قدرتی برسه که استاد شجریان در کار خود، در زندگی اجتماعی خود و در برخورد با قضایا و درست تصمیم گرفتن و از کنم حضور شما و در واقع در اختیار مردم بودن و در واقع مردم را ولی نعمت خود دانستن برد. دلیلش هم اینه که اون چیزی که در وجود استاد شجریان بود عشق بود، فقط عشق، و این عشق را ما در مردم این دوران ما نمیتونیم به این حد پیدا کنیم. بیشتر عقل داره جایگزین عشق میشه و خرد همین وسط نمیدونم باید چکار باید کنیم. یاد استاد برای همیشه جاویدان، راهش پر راه رو، و امیدوارم که خداوند رنجهایی را که استاد شجریان در راه موسیقی ایران کشیده بر همه ما حلال بداره. خیلی متشکرم. سپاسگزارم.
سپاس از شما اساتید نازنین در دانشگاه استنفورد که این فرصت رو به بنده فریبا داودی خواننده مدرس و ردیفدان موسیقی دادین که در ارتباط با استاد بزرگوارم جناب مقررضا خان شجریان صحبت بکنم. در طی 30 سال و اندی که در این حیطه تحصیل کردم و تدریس، خب اساتید زیادی رو پشت سر گذاشتم، از بحثرشون استفاده کردم تا سال 78 که مستقیم خدمت خود استاد مبرزا شجریان رسیدم. جا داره که از اساتید نازنینم، از مرحوم پدرم و جناب آشورپور، بانو اخوان، پریسا، جناب فلاح، آقای کرامتی، آقای نوربخ، جاندار شفیعی و قاسم رفعتی و همینطور سرکار خانم فخری ملکپور، بانو سیما بینا در حیطه محلی ها، سهراب سلیمی، مرحوم جواد بنایی در زمینه در حقیقت فن بیان تشکر کنم و در این را شاگرد استاد حسین علیزاده بودم در کلاس های هم‌آوایان و استاد مبرزا لطفی و در دانشگاه راهی شاگرد جناب داریوش طلایی بودم. در زمینه در حقیقت تدریس زیر نظر جناب شجریان و استاد عزیزم فریدون مشیری روی شوشاد آوای مه رو آموزشگاه موسیقی رو ثبت کردم و سال گذشته در دانشگاه سنت اندروز ردیفای آوازی مو به ثبت رسوندم زیر نظر دانشگاه و امیدوارم که به زودی بیاد. و در این جا داره که از حضرت استادی شهرام ناظری استاد آواز و خواننده بزرگ تشکر کنم که بنده رو مورد لطف و مرحمت قرار دادم و از محضر ایشون بنده تلمس کردم و این همطور ادامه داره و افتخار شاگردیشون رو دارم. و در ارتباط با استاد شجریان باید بگم که بنده با ایشون واقعا فقط شاگردی آوازشون نکردم، از خیلی جهات ازشون بهره بردم. ایشون بسیار صبور و بسیار دلسوز مهربان و پشتکار داشتن در کارشون و هر چی رو که دست می زدن سعی کردن که به بهترین شکل رو انجام بدن. رو کارشون نظارت مستقیم داشتن و به موقع صحبت می کردن، به موقع هر کاری که مربوط بود رو به درستی در جای خودش انجام می دادن. بزرگتر از زمان و مکان خودشون بودن. روحشون شاد و به کلی خانوادهشون، عزیزانشون، فرزندانشون و خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنم و تمام شاگرداشون. دو خط شعر هست از عاطف که تقدیم میکنم به روح بزرگوار استادم، انشاءالله مورد قبول عزیزان قرار بگیرم. هر شبم ناله زاری است که گفتن نتوان، ناله از دوری یاری است که گفتن نتوان، بی مه روی تو ای کوکب تابنده مرا روز روشن شب تاریست که گفتن نتوان جان، روز روشن شب تاریست که گفتن نتوان. علی تجویدی است و خانم منیره طه کلامش رو گفتن.
مرا عاشقی شیدم فارغ از دنیا تو کردی تو کردی مرا عاقبت رسوا مست و بی پروا تو کردی تو کردی نداند کس جانا چه کردی چه ها کردی با ما چه کردی دو چشمم را دریا درفشان گوهرزا تو کردی تو کردی روان از چشم ما گوهرها دریاها تو کردی تو کردی نه یک دم از جارت فغان کردم نه دستی سوی آسمان کردم منم اکنون چون خاک راهی غباری در شام سیاهی اگر مهری رخشد تو آن مهری اگر ماهی تابد تو آن ماهی اگر هستی پاید تو هستی اگر بودی باید تو بودی بی لطف و صفا باشد به خدا بی تو هستی ها از دیدارت و از روح
رخسارت پیدا بینم سرمستی شمیم روح افزای مشکی او دی منیر بزما Hey!